سرخط خبرها. واکنش ها به نتیجه جنجال برانگیز انتخابات افغانستان. عبدالرشید دوستم از حامیانش خواست از عبدالله عبدالله حمایت کند. اینجوری پیش بینی میشد. بله. خب تو کشور ما وجود پیدا کرده. البته فعلا ما دو موردی که داریم. پای کرونا به ایران هم باز شد. وزارت بهداشت میگوید دو مورد قطعی ابتلا به این ویروس در قم مشاهده شده. بی اطلاعی رئیس جمهوری آمریکا از دیدار یک نماینده کنگره با وزیر خارجه ایران. ترامپ میگوید کریس مرفی احتمالاً قانون را نقض کرده. و وقتی هدف وسیله را توجیه میکند، روش های عجیب نامزدهای انتخابات مجلس در ایران برای جلب آرا. سلام و عصر بخیر. در تازه ترین واکنش ها به اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهوری از حامیانش خواسته از حکومت به رهبری عبدالله عبدالله حمایت کنند. عبدالرشید دوستم در این انتخابات از آقای عبدالله رقیب انتخاباتی محمد اشرف غنی حمایت میکرد. کمیسیون انتخابات افغانستان دیروز آقای غنی را با کمی بیشتر از 50% آرا برنده انتخابات اعلام کرد. عبدالله عبدالله اما این نتیجه را غیر قانونی خوانده و گفته تیم او پیروز این انتخابات است و او حکومتی همه شمول یا فراگیر تشکیل خواهد داد. علی حسینی از کابل گزارش می دهد. شبرغان شمال افغانستان، پایگاه اصلی جنرال دوستم، قدرتمندترین رهبر ازبک ها. اینها می گویند خاموشی در برابر اعلام نتیجه انتخابات که آن را دزدی انتخابات و مغایر قانون می‌خوانند خودکشی است. رابطه آقای دوستم، معاون اول رئیس جمهوری، در 5 سال گذشته از رفاقت به سمت رقابت با آقای غنی رفته. او امروز تاکید کرد با جان و دل از موضع عبدالله عبدالله حمایت می‌کند. ما البته با تمام ولایت‌ها می‌گویم سر از سبا، سرپل، پاریاب، تمام ولایت‌های تیم ثبات همگرایی برای هم رقم همه پیروزی خود جشن می‌گیرند. سخنرانی آقای دوستم از رسانه‌ها مستقیم پخش می‌شد که آقای غنی به او زنگ زد. ما را بیشتر با همراه دکتر اشرف غنی زنگ آمد و به خاطر او طرف رفت. مشخص نیست که در این گفتگوی تلفنی درباره چه صحبت شده. افغانستان اسلامی جمهوری در اینجا اما با حضور عمدتاً هواداران محمد اشرف غنی، نگرانی از جبهه‌گیری‌های انتخاباتی به خوبی مشخص است. با اشاره‌ای به مخالفت آقای عبدالله با برنده اعلام شدن آقای غنی و همچنین هشدار تشکیل دولت جداگانه. ما از همه جوانب شریک در انتخابات، تیم‌های انتخاباتی و احزاب سیاسی افغانستان انتظار داریم که همگی باید به پروسه های ملی، به حاکمیت قانون، به صلاحیت های قانونی نهادهای قانونی انتخابات احترام بگذاریم و با پذیرفتن نتایج انتخابات واقعا مرحله نوی را در حیات سیاسی کشور خود آغاز کنیم. دیروز زمانی که کمیسیون انتخابات نتایج نهایی را اعلام کرد، جنجال چند ماهی انتخابات ریاست جمهوری نه تنها تمام نشد، بلکه از مرحله به مرحله دیگر رفت. این کمیسیون بارها تاکید کرده که بر اساس قانون قدم برداشته. اونایی که در کمیسیون ها در بدر پول، حرفی که تیم ثبات و همگرایی نمیپذیرد و خلاف آن را میگوید.
حالا آقای عبدالله و حامیان او از عملی شدن گزینه‌های روی میز حرف می‌زنند و هشدار می‌دهند که پیامد این گزینه‌ها بر دوش کمیسیون انتخابات و تیم آقای غنی است. علی حسینی، بی بی سی، کابل. علی حسینی از کابل با ماست. علی، واکنش‌های تازه چی داریم؟ یک واکنش که همین چند دقیقه پیش گلبدین حکمتیار از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری بود که حدود نیم ساعت پیش نشست خبریش را برگزار کرد و در او گفت که نتایج انتخابات را نمیپذیره و در عین حالی که نتایج انتخابات را نمیپذیره مخالف ایجاد و تشکیل دولت موازی هم هست، به این معنا که دو دولت نباید باشه. از طرف دیگه آقای حکمتیار نظرش این بود که حالا انتخابات با این وضعی که برگزار شده و قابل قبول نیست، بهتر است یک حکومت همه شمول برگزار شود که تمام طرفها بتونه در اون سهم داشته باشن. از جمله تاکیدش این بود که میتونه گروه طالبان هم در این حکومت همه شمول حضور داشته باشه. این از آقای حکمتیار. از یک دیگر از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری هم بعد از ظهر امروز در کنفرانس خبری حاضر شد و آقای رحمت الله نبیل از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری و گفت که این نتایج انتخابات نمیپذیره و او خواهان یک تشکیل دولت مصالحه حکومت مصالحه شد و اشارهش این بود که حالا که مذاکرات صلح در جریان داره و داره به نتیجه میرسه بهتر است یک حکومت مصالحه ایجاد شد و در این حکومت افرادی که در گذشته بود، این افرادی که میشه گفت که کهنسال هستن از نظر حضور در سیاست، کنار گذاشته شد و به جای آنها افراد جوانترها بیان که به منافع ملی افغانستان میاندیشن. این یک بخش از واکنش ها. بخش دیگری از واکنش ها واکنشی بده به واکنش آقای عبدالله در رابطه با نتایج انتخابات ریاست جمهوری و خواهان این بودن که آقای عبدالله دیگر فعلا وارد این بشه که نتیجه را بپذیره و وضعیت افغانستان وضعیتی نیست که در مخالفت با نتایج ابتدایی نتیجه نهایی انتخابات ریاست جمهوری عملکرد صورت بگیره. از طرف دیگر یک موضوع قابل تعامل اینه که واکنش دیده نشده از طرف مجامع بین المللی کشورها. یعنی تاکنون هیچ کشوری با آقای غنی پیروزیش را آنطور که کمیسیون انتخابات اعلام کرده تبریک نگفته، حالا یا منتظر نشستن که مراسم تحلیف برگزار شه بعدش تبریک بگه، ولی در مواردی هم بوده که بعد نتایج انتخابات ریاست جمهوری که اعلام شده تبریک خودش رو گفتن. یک موضوع دیگه که اشاره کنم، همین اکنون همین الان مراسم اعطای اعتبارنامه ریاست جمهوری افغانستان در کمیسیون مستقل انتخابات آغاز شده، جریان داره، آقای غنی حاضر شد، معاونینش هم حاضر شد، هواداران آقای غنی هم در این مراسم حضور دارن و قرار است که کمیسیون مستقل انتخابات اعتبارنامه ریاست جمهوری رو با آقای غنی بتن. علی حسینی از کابل با ما، متشکرم. تعدادی از مردم مزار شریف هم نظراتشون رو درباره نتیجه انتخابات با ما در میان گذاشتن که با هم میبینیم. عبدالاحد اعتماد هستم از ولایت هرات. اعلان نتایج با شرایط و مکانیزمی که اتفاق افتاده طبعا نمیتونه گواه حوادث و یا تحولات چندان مثبتی برای جامعه افغانی باشه، به خاطر از اینکه اساسا نحوه اعلان نتایج در حالی از ابهام هست. یک مسئله است. مسئله دیگه بحران هاییست که ممکنه این گونه اعلان نتایج در آینده افغانستان داشته باشه و زمین ساز خلق بحران های جدید، زمین ساز و بستر ساز دخالت های بیرونی بیشتر در اوضاع سیاسی افغانستان باشه. من نجی عزیزی هستم، یک تن از فعالان مدنی و خیلی خرسند هستیم از اینکه نتایج انتخابات بالاخره اعلان شد و خیلی وقت در بر گرفت و از اینکه اعلان هم شد خیلی خرسند هستیم که انسان را واقعا انتخاب کردن که شایستگیش داشتن. سید مختار احمدی هستم، عضو پارلمان جوانان افغانستان. آرزو داشتیم که در یک فضای امن‌تر و با توافق طرف‌ها این نتایج اعلان شود و در وقت قانونیش و تمامی معیارها و لایه‌ها رعایت شوند. متأسفانه آنطوری که طرف‌ها ادعا می‌کنند، آدم تصور می‌کنه که افغانستان برای وارد یک بحران جدید شود، ولی بهتر بود که حکومت افغانستان بیشتر سر قانونی بودن نتایج انتخابات کار می‌کرد.
نظرات بعضی از مردم در مزار شریف رو میدیدید. رئیس پلیس تهران گفته هیچ متهمی در زمان دستگیری ضرب و شتم نمی شود. حسین رحیمی همچنین ضرب و شتم یک دانشجو را در هنگام دستگیری در روزهای گذشته تکذیب کرده. پیشتر خبرهایی از ضرب و شتم بهاره هدایت، فعال مدنی و دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه تهران در هنگام احضار به حراست دانشگاه منتشر شده بود. علی ربیعی سخنگوی دولت ایران گفته آمار کشته شدگان اعتراض‌های آبان ماه تا چند روز آینده اعلام خواهد شد. آقای ربیعی گفته اگرچه پزشکی قانونی مرجع اعلام علت مرگ و صدور جواز دفن است، اما دولت معطل نمی‌ماند، چرا که این آمار باید به صورت شفاف بیان شود. علی ربیعی گفته برای ارائه این آمار بررسی‌های میدانی و گزارش دستگاه‌های انتظامی و امنیتی هم لازم بوده. مقام‌های ایران با گذشت بیش از 2 ماه از اعتراض‌های آبان ماه هنوز آمار رسمی تعداد کشته شدگان را اعلام نکردند. رسانه‌های ایران از فرار مدیر عامل شرکت بازرگانی پتروشیمی به خارج از کشور خبر دادند. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، مهدی شریفی نیکنفس به بهانه دور زدن تحریم‌ها و پیگیری پرونده پتروشیمی از ایران خارج شده. این خبرگزاری نوشته بازپرس پرونده 4,600,000,000 تومان از وثیقه آقای شریفی رو کم کرده بود، اما وثیقه جدید او را تعیین نکرده بود یا حداقل اعلام نکرده بود. در دادگاه متهمان پتروشیمی نام 14 متهم آمده که برای آنها کیفرخواست داده شده. اتهام آنها مشارکت و معاونت در اخلال کلان اقتصادی در حوزه پتروشیمی است. ایران برای اولین بار از 2 مورد ابتلا به ویروس کرونا در این کشور خبر داده. رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت ایران گفته این 2 نفر از اهالی شهر قم هستند. محمد مهدی گویا گفته که مقام‌های وزارت بهداشت در حال بررسی چگونگی ابتلای این 2 نفر به ویروس کرونا هستند و اطلاعات تکمیلی در این زمینه به زودی اعلام خواهد شد. مقام‌های وزارت بهداشت ایران پیشتر با تکذیب خبرها در مورد بروز بیماری کرونا در ایران تاکید می‌کردند که در صورت مشاهده این بیماری مردم در جریان قرار خواهند گرفت. ساعتی پیش از همکارم مریم افشنگ درباره چگونگی اطلاع رسانی در این مورد و شایعاتی که اخیراً در ایران وجود داشته پرسیدیم. چند نفر از خبرنگاران حوزه سلامت در ایران و کس منابعی که این داستان رو دارن دنبال میکنن میگن که وزارت بهداشت مدام قول همکاری داده و گفته که هر موردی که دیده بشه اطلاع رسانی خواهد کرد، ولی معاون وزیر بهداشت آقای قاسم جانبابایی چند ساعت گذشته اعلام کرد که در واقع 2 نفر مبتلا به ویروس کرونا در قم شناسایی شدن و البته گفت که تشخیص اولیه و آزمایش‌های اولیه مثبت بوده، آزمایش‌های تکمیلی در جریانه و آزمایش نهایی که از طریق ژنتیک باید انجام بشه هنوز در جریانه و به محض اینکه جوابش بیاد اطلاع رسانی خواهد کرد. آقای جانبابایی گفتش که در ایران نسبت به بقیه کشورها در منطقه این اتفاق دیرتر رخ داده. کشورهای منطقه به گفته ایشون 3 هفته زودتر کسانی رو دیدن که مبتلا به ویروس بودن. گفتن که 1 بیمارستان که الان 2 نفر بستری هستند کاملا تجهیزات کامل رو داره و در شرایطی که میتونه بیماران دیگر رو بپذیره. 1 بیمارستان دیگه هم در قم به گفته ایشون در آماده باش کامله و از لحاظ دارو اینطوری که گفتن کمبودی در قم ندارن. از طرف دیگه مسئولان وزارت بهداشت گفتن که گروه های شناسایی و مدیریت بیماری های واگیر و تیم های واکنش سریع به قم رفتن. افراد مشکوک اگر دیده بشن قرنطینه خواهند شد و از مردم هم خواستن توصیه های در واقع فردی و عمومی که در مورد بیماری های مثل آنفولانزا داده میشه رو اینا رو جدی بگیرن و رعایت بکنن. مریم افشنگ بود. نگاهی دوباره داریم به مهمترین عناوین خبری این برنامه. به دنبال اعلام پیروزی اشرف غنی در انتخابات افغانستان، عبدالرشید دوستم معاون اول او از حامیانش خواسته از حکومت به رهبری عبدالله حمایت کند.
وزارت بهداشت ایران میگوید دو مورد قطعی ابتلا به ویروس کرونا در قم مشاهده شده. در ادامه این برنامه روش‌های عجیب نامزدهای انتخابات مجلس در ایران برای جلب آرا. ۶۰ پناهجوی ایرانی از ۵ روز گذشته در اعتراض به پاسخ منفی به درخواست پناهندگیشان در گوتنبرگ سوئد دست به تحصن زدند. ۱۴ نفر از آنها در اعتصاب قضا به سر میبرند. آنها میگویند دولت سوئد نسبت به ایرانی ها سخت گیرتر شده. بعضی از معترضان به این شرایط سال هاست در انتظار پاسخ به درخواست پناهندگیشان بودند. مریم حقگو فعال حقوق پناهجویان از گوتنبرگ با ماست. خانم حقگو، چرا این عده تقاضاشون رد شده؟ درود فرمان به شما. همونطور که شما به قولن توضیحات کامل و جامعی رو دادید، تقاضای پناهندگی در دولت سوئد خیلی سخت شده و عملا اکثر پاسخهایی که به پناهنده ها داده میشه این که برای ما ثابت شده نیست صحبت‌های شما از وضعیت بدی که در ایران داشتید. خب به هر حال این گروه همونطور که خودتون هم توضیح دادید تقریبا تشکیل شده از 60 از پناهجوانی که پاسخ منفی گرفتن که بعضی‌هاشون میشه تقریبا 12 ساله که دو بار پرونده‌شون دوباره به جریان افتاده و باز هم پاسخ منفی گرفتن. اینا راه برگشتی به ایران ندارن و در دولت سوئد هم هیچ همکاری باهاشون نشده که بتونن بگیرن. یعنی گروه تشکیلیم به عنوان گروه هرگرز که یعنی بشنو صدای ما رو که دست به اعتصاب قضا زدن. 14 نفر در اعتصاب قضا در چادر به سر میبرن و 46 نفر در بیرون از چادر توی سرما به پشتیبانی از گروهی که در اعتصاب قضا هستن قرار گرفتن. حالا اگه سوال دیگه دارید از من بپرسید. میخواستم بپرسم وضع سیاست دولت سوئد چیه؟ چرا این سخت‌تر شده و تا حالا چگونه بوده؟ اگر من بیام سیاست دولت سوئد رو به دو قسمت تقسیم کنم، از وضع فعلی الان بگم که 5 روز هست بچه های ما در اعتصاب قضا به سر میبرن و هیچ کسی از هیچ ارگانی از دولت سوئد با اینکه پیغام های ما رو نامه های ما رو که از 8 ماه پیش واسه شون میفرستادیم و هر دفعه توی 20 نامه دقیقاً تو 20 بار نامه ها رو واسه شون فرستادیم که میخوایم بچه ها همچین کاری انجام بده، ولی هیچ پیگیری که نشد. هیچ توی این 5 روز هم کسی از دولت سوئد نیومد بپرسه که چرا این بچه‌ها در اعتصاب قضا به سر می‌برن. این از این. ولی حالا قسمت اول سوالتون، دولت سوئد من نمی‌دونم چه سیاستی پشتش هست که پناهجویانی که با هزار مشقت خودشون رو به خاک سوئد می‌رسونن با بدترین جواب‌های منفی مواجه میشن و هیچ کدوم از این جواب‌ها جواب منطقی در خصوص درخواست پناهندگی اینا نیست. عملا به بچه‌های مسیحی میگه ایمان قلبی شما برای ما ثابت شده نیست، به بچه‌هایی که دگرباش هستن یا بچه‌های فعالان حقوق زنان یا حقوق کودکان کار، عملا به هر کدوم از این بچه‌ها پاسخ منفی داده شده، هیچ کدوم پاسخ منطقی در خصوص کیس پناهندگیشون نبوده. عملا فقط یک جواب منفی بدون هیچ دلیل قانع کننده ایه. خانم حقگو، خیلی ممنون از شما. مریم حقگو فعال حقوق پناهجویان از گوتنبرگ با ما بود. مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا میگوید سیاست فشار حداکثری علیه ایران ادامه خواهد یافت. فشاری که به گفته او تنها به تحریم اقتصادی محدود نیست و ایران را از لحاظ دیپلماتیک هم به انزوا میکشاند. همزمان مقام های ایرانی اگرچه تأثیر تحریم ها بر اقتصاد کشور را غیر قابل انکار عنوان کردند، از انتشار آمار درباره تجارت خارجی ایران خودداری میکنند. اعداد و ارقام منتشر شده توسط منابع بین المللی اما نشان میدهد که ارزش تجارت ایران با مهمترین شرکای این کشور افت چشمگیری داشته. شیدا هوشمندی و جزئیات بیشتر. هیچ کس هم نمیتونه بگه تحریم اثر نداره. نه، تحریم هیچ اثر نداره. دولت باید قوی باشه.
این به معنای تنزیه آمریکاست. رئیس جمهوری ایران در حال این سخنان را ابراز می‌کند که بیش از یک سال پیش گفته بود تحریم اثر ندارد و ایران نفتش را می‌فروشد. حالا شاید حتی از میان سطور بعضی سخنان مقام‌های ایرانی هم بتوان به نشانه‌هایی از تمایل این کشور به گفتگو با واشنگتن رسید. آمریکا برجام رو نمی‌خواست. اینجا وزیر خارجه ایران معضل تحریم را به انتخابات مجلس شورای اسلامی گره می‌زند. یک بار مردم ما آمریکا رو مجبور کردن که عقب نشینی بکنه. ان شاء الله یک بار دیگه هم روز جمعه مردم ما مجبور می‌کنن آمریکا رو که عقب نشینی. آقای ظریف می‌گوید که سیاست فشار حداکثری ایالات متحده شکست خورده و ایران آمریکا را وادار خواهد کرد به پای میز مذاکره بیاید. همزمان با اعلام موضع مقام‌های ایرانی درباره مذاکره، مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا می‌گوید آمریکا حاضر است در هر زمانی با ایران مذاکره کند، اما ایران باید رفتار خود را به طور اساسی تغییر دهد. عجله‌ای نداریم. کارزار فشار حداکثری همچنان ادامه دارد. این تنها یک کارزار فشار اقتصادی نیست، بلکه به انزوا کشاندن ایران از طریق دیپلماسی هم جزئی از آن است. نشانه دیگر از تمایل ایران به طرح کردن برخی مسائل با آمریکا شاید در اینجا دیده شد، در کنفرانس امنیتی مونیخ، نشستی که در حاشیه آن وزیر خارجه ایران و کریس مورفی سناتور دموکرات آمریکایی با هم دیدار کردند. سناتور مورفی میگوید به هتل محل اقامت آقای ظریف رفته و با او درباره مهار شبه نظامیان وابسته به حکومت ایران در عراق و آزادی شهروندان آمریکایی دو تابعیتی در ایران صحبت کرده. معلوم نیست این ملاقات چگونه ترتیب داده شده و کدام یک از دو طرف درخواست ملاقات داده. به موازات فعالیت‌های دیپلماتیک، منتشر نکردن آمار اقتصادی توسط دولت ایران هم ادامه دارد. فعالان اقتصادی میگویند دولت با جلوگیری از انتشار آمار تجاری و اقتصادی تلاش میکند میزان اثر بخشی تحریم ها را پنهان کند. اما آمار بین المللی این زوایای پنهان را آشکار میکند. نمونه آن در این نمودار خلاصه شده. افت چشمگیر ارزش صادرات ایران به 4 شریک تجاری قدیمی و مهم. تراز تجاری ایران با ترکیه که همیشه به خاطر صادرات بالای نفت ایران مثبت بوده، حالا منفی شده و ارزش صادرات به این کشور 53% افت کرده. کاهش تجارت با اتحادیه اروپا به 0 نزدیک شده. افت صادرات نفتی و غیر نفتی به هند تقریبا برابر با اتحادیه اروپا است. صادرات به چین در مقایسه با دیگر شرکای تجاری مهم ایران افت کمتری داشته. مهمترین دلیل افت ارزش تجارت با شریکای تجاری ایران کاهش چشمگیر فروش نفت است. گواه کاهش درآمد نفتی ایران جملات دیروز بیژن زنگنه وزیر نفت ایران است که میگوید وزارت نفت به نان شب هم محتاج است. بسیاری از پروژه‌های تولید را تعطیل کردیم زیرا پول نداریم که خرج کنیم. همچنین بسیاری از پروژه‌های جنبی را خیلی وقت است که تعطیل کرده‌ایم. وابستگی اقتصاد ایران به نفت واشنگتن را در موقعیتی قرار داده تا برای انزوای دولت تهران به راحتی عمل کند. فروش نفت را برای ایران غیر ممکن کرده و با همین ابزار کارزار فشار حداکثری را به پیش می‌برد. معلوم نیست در شرایطی که شرکای سیاسی و تجاری دولت تهران هم پشتیبانی لازم را از ایران نمی‌کنند، دیپلمات‌های جمهوری اسلامی چگونه می‌خواهند با سیاست سرسختانه حاکم بر کاخ سفید رو در رو شوند. شهید هوشمندی، بی بی سی. در ایران 2 روز مانده به انتخابات مجلس، سخنگوی شورای نگهبان گفته نگران مشارکت پایین رای دهندگان نیست. عباس علی کدخدایی در یک نشست خبری گفته که حتی اگر مشارکت در انتخابات کمتر از 50% باشد، ایران از نظر مشارکت انتخاباتی مثل بعضی از کشورهای اروپایی خواهد شد. این در حالی است که آیت الله علی خامنه‌ای رهبر ایران دیروز برای چندمین بار از مردم خواست به در انتخابات شرکت کنند. با رد صلاحیت گسترده نامزدهای نمایندگی مجلس و با توجه به افزایش نارضایتی عمومی، سخن از تحریم انتخابات در میان رای دهندگان و فعالان سیاسی بیشتر به گوش می‌رسد. همزمان روش‌های تبلیغ بعضی از نامزدهایی که از سد نظارت استصوابی گذشتن بحث برانگیز شده. باران عباسی گزارش می‌دهد. تبلیغات انتخاباتی از نوعی که پیشتر در ایران کمتر دیده شده.
نامزدهای نمایندگی مجلس در تلاش برای سرگرم کردن جمعیت. کاندیداهای آوازخوان. اگر پدرم زنده بود ستاد خوبی برا میزد. آنهایی که گریه میکنند. نمیتونم ستاد بزنم. و نامزدهایی که سواری میگیرند. در انتخاباتی که شمار زیادی از کاندیداها به ویژه از جناح موسوم به اصلاح طلب و اعتدالگرا رد صلاحیت شدند، از جمله گروهی از نمایندگان فعلی. منتقدان میگویند شورای نگهبان سیاسی عمل کرده و مانع رقابتی شدن انتخابات شده، انتقادی که این نهاد رد میکند. تعداد نمایندگان رد صلاحیت شده 75 نفر هستش که فکر نمی‌کنیم حالا تعداد زیادی باشه، اما ما ناچار هستیم که قانون رو رعایت بکنیم. اگر مستنداتی وجود داشته باشه نسبت به نمایندگان موجود، برای دور بعد اینها صلاحیت نخواهند داشت. اما با وجود این تبلیغات، فضای انتخاباتی در کل به نظر بی‌رمق می‌رسد. در میان بخش بزرگی از مردم حرف از تحریم انتخابات است، اقدامی که بعضی از فعالان حقوق بشر و گروه‌های سیاسی خارج از کشور هم از آن حمایت کردند. این کلیدو از آقای روحانی می‌گیریم و می‌شکنیم. بر اساس تحقیقی که مؤسسه مطالعات اجتماعی دانشگاه تهران انجام داده، کمتر از 1/4 مردم پایتخت در انتخابات روز جمعه رأی خواهند داد. اعتماد به مردم بود. 93% از پاسخ دهندگان گفتند از شرایط و وضعیت مدیریت کشور راضی نیستند. نارضایتی که در اعتراضات اخیر در شعارها نمایان بود. ناامیدی از جناح‌های سیاسی فعلی و مطالبه تغییرات اساسی. شرایطی که باعث شد رهبر ایران دیروز برای چندمین بار از اهمیت شرکت در انتخابات بگوید. هر کس اسلام را دوست دارد، انقلاب را دوست دارد، نظام را دوست دارد، ایران را دوست دارد، باید در انتخابات شرکت کند. سخنانی که به نظر می‌رسد نشانه ای باشد از نگرانی حاکمیت از مشارکت پایین در انتخابات، هرچند که شورای نگهبان می‌گوید خیالش راحت است. میشیم تازه مثل کشور فرانسه که در برخی از انتخابات در واقع زیر 50% هم مشارکت داشتیم. اما من عرض کردم که به هر حال تعلق خاطری که مردم خوب ما به نظام جمهوری اسلامی ایران داشتند و یک نظام مردمی هستش، معمولا ما زیر 50% نداشتیم، بالای 50% بوده. انتخابات مورد اشاره آقای کتخدایی البته با استانداردهای اروپایی فاصله زیادی دارد، اما برای کاندیداهایی که از سد نظارت استصوابی گذشتند، هدف فعلا کشاندن هوادارانشان به پای صندوق‌های رأی است. شلواری پوشیدم. بعضی با پوشیدن شلوار پلنگی نترسم، پلنگ کمین می‌کند. بعضی با سخنرانی‌های هیجانی اسرائیل و بعضی با نشستن بر صندلی زرد نامزدی تا شاید روزی صندلی سبز مجلس جایش را بگیرد. باران عباسی، بی بی سی. به پایان این بخش خبری می‌رسیم. ممنون از همراهی شما.